یا شخص دیگری آقای میبودی که اینا همه از یک قماش هستند، از یک جنس هستند. اگه به جان هم افتادن یا اربابشون رو نمیشناسن، البته ارباب در بیشتر مواقع نمیذاره که اینا همدیگر رو بشناسن و اینا از اونجا که خردمند نیستند و از اونجایی که از جنس نور نیستند، از جنس تاریکی و از جنس مصیبت هستند، در پیشبرد این مبارزه کاری نمیتونن انجام بدن و روز به روز سعی میکنن که مردم رو بیشتر در تاریکی و نادانی نگه دارند. اینا هر چقدر هم دانشمند باشند، دانش اینها کاری از پیش نمیبره و دانش اینها در جهت دانسته های منفی هست و این دانسته ها در خدمت اهریمن و در خط اهریمن هست. راهی که اینها برای دور کردن ملت ایران از خرد انتخاب کردند، در واقع راه مبارزه با صفت هست. در صورتی که قراولهای تاریخ بعضن با موصوف وارد مبارزه شدند، بعضن در راه مبارزه هر دو رو در واقع در کنار هم قرار دادند و شمشیرشون رو به روی صفت و موصوف کشیدند که من جمله روزبهان خراسانی بود و فولادمند گرامی. اهریمن میخواد که شما با صفت فقط روبرو بشید. البته زمانی که کار از کار میگذره، زمانی که آسیب پذیر میشه، زمانی که میبینه اگر رها کنه کسانی پیدا میشن و کسانی این مبارزه رو به سوی مبارزه با صفت و موصوف میکشند و هستی اهریمن رو به خطر میندازند. کسانی مانند پری صفاری، مانند آقای شایان کاویانی و بادم جان دور قابچیناشون، مثل خانم پوران آزاد، مثل اون افسری که زنگ زد در برنامه پری صفاری و گفت نام شما باید در تاریخ ثبت بشه، نام دلاوری مانند پری صفاری که باعث آه سردی از نهاد من شد و که دشمن این که اهریمن سعی میکنه نامی رو کنار نام فولادمند بذاره که در واقع ماورای ارزش هایی هست که فولادمند برای اون مبارزه میکرد و اینها در واقع در راه و سد راه هستند و دست ها و پاهای اهریمن هستند. علت شکست ملت ایران و در جا زدن ملت ایران این بود که هر قبیله ای که به این سرزمین حمله کرد از این چماق استفاده کرد، چماق اسلام. اسلام خود به خود مطلبی نیست که ما بخوایم یقش رو بگیریم. اسلام یک قانونمندی نادرست، عقب مانده، عقب افتاده، بی ارزش، ضد ارزش هست در واقع. کسانی که امروز توجه ملت ایران رو
جلب این مطلب میکنند، مثل خانم سفاری و نمیدونم دیگران، من مخصوصا امروز نام اینها رو میارم برای اینکه واقعا ما دیگه در میدان قرار گرفتیم، ما در میدان مبارزه قرار گرفتیم و دیگه در لحظه ای که دو دشمن مقابل هم قرار میگیرن، چاره ای جز به رسمیت شناختن هم دیگه ندارن، زیرا که مطلب بر سر سخن نهایی هست. اینا مردم رو به ناکجا آباد حواله میدن، در صورتی که دشمن اصلی مشخص هست، دشمن اصلی جمهوری اسلامیه و من فریاد من اینه که ما باید متحد بشیم علیه جمهوری اسلامی و ما باید تمام نیرومون رو علیه این عامل بیگانه و کشتار متمرکز کنیم و متحد کنیم و روبرو بشیم با این دشمن در سرزمین ایران، در صورتی که اینا سخنی از جمهوری اسلامی به میون نمیارن و سخن بر سر روابط عقب مانده ای هست که در این آیین بدوی بیابانی هست که ملت ایران هرگز وقعی به این مسائل نذاشت در طی تاریخ. با یک توضیح منطقی فولادوند گرامی تمام این مسائل به گونه پاک شد از ذهن ملت ایران. اگر کسانی در ایران تو سرشون میزنن برای حسین تازی یا گریه میکنن، بیگانه ای که از کشورهای عربی میارن وارد ایران میکنن و اینا هستن که توی سرشون میزنن. ملت ایران توی سرش میزنه برای گرسنگی، تو سرش میزنه برای آزادی، تو سرش میزنه برای اینکه مورد کشتار و ستم جمهوری اسلامی قرار داره، تو سرش برای حسین تازی نمیزنه و مشکل اساسی ملت ایران در حال حاضر اینه. همونطور که گفتم، من منتظر یک لحظه تاریخی هستم، یک لحظه ای که من رو در ارتباط این ملت قرار بده. من ممکنه هرگز در ارتباط ملت ایران قرار نگیرم و شاید هم که باید 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه، 5000 سال دیگه ملت ایران در این وضعیت باقی بمونه، یا هم که امکان این که رها بشه در یک لحظه مناسب به دست بیاد و من با تعهدی که پیمانی که با ملت ایران بستم، من این مبارزه رو به سوی پیروزی و به سوی رهایی میتونم رهبری کنم، ولی باید ابزارش رو و امکانش رو و زمان مساعدش رو داشته باشم. دعوای با معلول کاری رو از پیش نمیبره، باید علت رو پیدا کرد. مثلا بیمار تب داره، این که شما تب بیمار رو بیاری پایین باعث بهبودی بیمار نمیشه. میتونی نذاری بمیره تا اون جایی که تمام این بدن تسخیر بیماری نشده و تا اون جایی که این میکروب یا این ویروسی که بدن بیمار رو اشغال کرده به پیروزی نهایی نرسیده باشه.